رازهای گفته نشده از مذاکرات عبدالله و غنی. چانه زنی برای دستیابی به یک توافق سیاسی بین اشرف غنی، رئیس جمهوری عبدالله عبدالله که همزمان با او اعلام ریاست جمهوری کرده بود، از اوایل حوت سال گذشته خورشیدی آغاز شد و حدود 3 ماه زمان گرفت. مذاکراتی که پشت درهای بسته برگزار می شد به قول منابعی در ارگ و سپیدار بارها به بن‌بست رسید و جلسات بارها با عصبانیت یکی از دو طرف مذاکره بی نتیجه پایان یافت. نقش رهبران میانجی چون حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت افغانستان و محمد یونس قانونی رهبر حزب افغانستان نوین که برای حل اختلاف ها بین دو طرف اعلام آمادگی کرده و وارد میدان شده بودند، در به هم نخوردن جریان مذاکرات پررنگ بود. این هیئت 4 نفری بعد از مذاکرات به حرفای هر دو طرف گوش داده و با آنها درباره چگونگی توافق روی موارد اختلافی مشوره می دادن. مذاکره کننده اصلی از جانب اشرف غنی حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی بود. معصوم استانگزی رئیس پیشین امنیت ملی که از مهره های قابل اعتماد غنی در ارگ ریاست جمهوری است، در میانه راه با آقای محب برای مذاکره همراه شد. مذاکره کننده اصلی از جانب سپیدار خود آقای عبدالله بوده است. این مذاکرات هم که در محل کار عبدالله برگزار می شد، در 2 هفته اخیر شدت بیشتر گرفته بود و تقریبا هر روز آقای محب از ارگ به سپیدار می رفت. در روزهای نخست آغاز مذاکرات بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله، موارد اختلافی و موارد مناقشه به حدی بود که باور رسیدن به یک توافق دشوار می ساخت. خواسته هایی که از طرف آقای عبدالله مطرح شده بود واکنش شدید ارگ را در پی داشت. باطل شدن نتیجه انتخابات، ایجاد پست صدر اعظم اجرایی و بهتر صدر اعظم امور صلح و قرار گرفتن خودش در رأس این تشکیلات، سهم 50% در قدرت، اعطای رتبه مارشالی به آقای دوستم از خواسته های عمده آقای عبدالله بود. توافقنامه بین دو طرف نشان داد که آقای عبدالله تنها به بخشی از خواسته های اولیه‌اش دست یافته است. او در روز امضای توافقنامه هم گفت که برای مصلحت ملی قربانی داده است. و اما جنرال دوستم در دقیقه 90 مارشال دوستم شد. صبح روز امضای توافقنامه متحدان ارشد ثبات و همگرایی در خانه عبدالله عبدالله در کارته پروانه شهر کابل گرد آمده بودند. تا آن زمان موضوع مارشال شدن دوستم از سوی ارگ نهایی نشده بود. و قبل یک منبع نزدیک به دکتر عبدالله حدود ساعت 9 صبح آقای عبدالله ظاهراً با حمدالله محب تماس تلفنی گرفته و میپرسد که حکم مارشالی دوستم امضا شده یا نه. بعد از آنکه مطمئن میشه که این کار صورت گرفته، تصمیمش برای رفتن به ارگ و امضای توافقنامه نهایی میشه. یک منبع نزدیک به آقای دوستم گفت ارگ تمام تلاشش را کرد تا مانع ذکر شدن شرط مارشال شدن دوستم در توافقنامه شود. و گفته این منبع ارگ ریاست جمهوری در روزهای اخیر از سفارتخانه های خارجی از جمله سفارت آمریکا خواسته بود درباره مارشال شدن دوستم واکنش نشان دهند، اما هیچ سفارتخانه‌ای به این خواست ارگ پاسخ مثبت نداد. و قبل این منبع سفارت آمریکا گفته است که این موضوع را باید خودتان حل و فصل کنید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در پاسخ به موارد مطروح گفته است که حالا توافقنامه بین دو طرف امضا شده، در این مورد ابراز نظر نمی‌کند. تلاش‌ها برای مارشال شدن دوستم از سال‌ها پیش آغاز شده بود. اطرافیان آقای دوستم برای این کار حتی امضای شماری نمایندگان دور 16 مجلس را جمع‌آوری کرده بودند، اما این تلاش‌ها حداقل در آن زمان نتیجه بخش نبود. با حمایت عبدالرشید دوستم از اشرف غنی در انتخابات 2014 و قرار گرفتن آقای دوستم در جایگاه معاونت اول ریاست جمهوری، طرفداران آقای دوستم امید داشتند که او در این مرحله به رتبه مارشالی برسد، که نه تنها چنین نشد بلکه با گذشت 1 سال روابطش با اشرف غنی تیره شد. رفته رفته کار به جایی رسید که آقای دوستم که از نداشتن صلاحیت‌های اجرایی لازم در دولت ناراض بود، رئیسش را متهم به قوم‌گرایی کرد و گفت اطرافیان اشرف غنی در تلاش منزوی کردن او هستند، اتهامی که آن زمان از سوی ارگ رد شد. وارد شدن اتهام بدرفتاری جنسی از سوی احمد ایشچی علیه دوستم چاقوی مخالفان دوستم در ارگ را دسته کرد و در نهایت رهبر حزب جنبش به ترکیه رفت و بعد از گذراندن 1 سال تبعید خودخواسته در ترکیه، در پی اعتراض های 19 روزه هوادارانش که خواستشان بازگشت رهبرشان به کشور بود، در تابستان سال 1397 به کابل برگشت.
بعد از این کشمکش ها او همچنین مخالف اشرف غنی ماند و در انتخابات گذشته ریاست جمهوری از جدی ترین رقیبان آقای غنی حمایت کرد. بر اساس گفته های منابع در بدل این حمایت در کنار رتبه مارشالی، حزب جنبش ملی خواهان معرفی 4 وزیر برای وزارتخانه های تحصیلات عالی، مهاجرین و عودت کنندگان، تجارت و زراعت و معرفی 4 ولی برای ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل و تخار شدند. آقای عبدالله هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است. با گفته منبع نزدیک به آقای دوستم در مورد 4 وزارت انعطاف وجود خواهد داشت، اما 4 ولایت یاد شده خط سر خواهد بود. بر علاوه این، احزابی از جمله حزب وحدت به رهبری آقای خلیلی و دیگر چهره های با نفوذ سیاسی در بدل حمایتشان از آقای عبدالله خواسته مشابهی خواهند داشت. از معرفی وزیر و والی گرفته تا سفیر معین ریاست های مستقل شدند. هرچند حزب جمعیت افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی روحش را از عبدالله و اشرف غنی در این حکومت جدا کرده، وان هم چهره های شناخته شده این حزب که در این تصمیم با صلاح الدین ربانی موافق نیستند و آن را تصمیم فردی آقای ربانی میدانند، سهم خودشان را از آقای عبدالله در بدل حمایت از او در انتخابات خواهد خواست. برآورده کردن خواسته های همه طرف ها با 50% قدرت که آقای عبدالله در پی توافق با اشرف غنی به آن رسیده کار آسانی نیست. توافقی که در پی فشارهای داخلی و خارجی شکل گرفته و برای این عبدالله و بیشتر اشرف غنی دلبخواه نبوده است. اشرف غنی و اطرافیانش که بارها گفته بودند مخالف ایجاد شرکت سهامی در حکومت هستیم، وادار به تقسیم قدرت شدند و عبدالله از سوگندش به عنوان رئیس دولت همشمول گذشت. ممنون و سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودیم.